شهریار آهی فارغ التحصیل دانشگاه MIT و از فعالان عرصه سیاسته. در ماهای قبل از انقلاب اسلامی او رابط غیر رسمی شاه و کاخ سفید بود. بعد از مرگ شاه در سال 1980 در تبعید، آهی رابطه نزدیک خودش رو با فرزند شاه رضا پهلوی حفظ کرد. در اوایل سال 2004 آهی فعالیت‌های خودش رو در شرکت بین‌المللی رسانه‌ای در عربستان سعودی ترک کرد و کارش رو به عنوان طراح سیاسی و استراتژیست برای پهلوی آغاز کرد. توان مصاحبه ای داشته با ایشون که با هم دیگه میبینیم. اون سال آخر قبل از انقلاب اسلامی با مطالعه تاریخ، با مطالعه طبیعت نظام‌های توتالیتر، با در نظر گرفتن که بدترین نوع توتالیتر مذهبی هست، من که آدم کاملا غیر سیاسی بودم، دانشجو بودم، میدیدم، به وضوح میدیدم که چه فاجعه‌ای در انتظار ایران هست و منتهای سعی خودم رو کردم هر کاری که میتونم بکنم برای اینکه این انقلاب اسلامی موفق نشه. بنابراین به مفهوم خاص کلمه ضد انقلاب بودم از همون اول کار. خب نمونه های ساوانارولا، اینکوزیشن اسپانیا، کشتارهای انقلاب مذهبی در انگلیس، زمان کرامول، همه اینا جلوی چشمم بود. تعجب میکردم که مردان سیاسی ایران اون موقع اصلا متوجه نبودن. فکر میکردن خب این حالا بختیار داره میره بازرگان میاد، مثل که فقط این یه عوض شدن کابینه است. آقای عبدالله ریاضی رئیس مجلس بود، مجلس شورا بود، لندن بود، میخواست برگرده. گفتیم آقای ریاضی این انقلاب، گفتن آقا بازرگان میاد. حالا بازرگان که خودش استاد دانشکده فنی بود و آشنایی داریم. آقای هویدا، اینا مثل اینکه نمیدونستن به سر خود انقلاب فرانسه آقای دانتون مثلا چه بلایی اومد. و همینطور قدرت های خارجی هم بعضی ها بی‌تفاوت بودن، ابعاد این مسئله رو نمی‌دیدن. به هر حال منتهای سعی خودم رو کردم که لااقل با اونایی که یه قدری متوجه بودن که ابعاد این فاجعه تا کجا داره میره، حداکثر مقاومت ممکن. امید ما این بود که بشه حکومت دکتر بختیار، دولت دکتر بختیار یه گذار تدریجی و منظمی به دموکراسی رو جلوی پای مردم ایران بگذاره. ولی خب بقیهش تاریخ و خودتون میدونید که ما موفق نشدیم. انگیزه قوی، از خودگذشتگی، بهاش خیلی سنگینه. یعنی زندگی یک کنشگر سیاسی صرف نظر کردن از خیلی شیرینی های زندگی یک انسانی که کنشگر سیاسی نیست. و در ضمن داشتن یه بعد دراز مدت تاریخی، مد نظرش همه چیز رو در چارچوب اون ببینه. اگر هر روز بخواد سردیگرمیش بشه و با ناامیدی های فراوانی که در راه کسی هست که میخواد یه ورق تاریخ رو ورق بزنه، نه اینی که حالا مثل زندگی بخش خصوصی مسئله سود و زیان امروز و امسال هست. و بعدم در نهایت برای اینکه موفق بشه باید یه دید روشنی داشته باشه از آینده مطلوب خودش، بدونه دقیقا چی میخواد.
خب ترکیب اینها لوازم کار هست، علم و تجربه و یه خصوصیات شخصیتی برای همکاری، کار تیمی، خود رأی نبودن، این هم لازم هست برای موفقیت. نمیتونم به خاطر بیارم که اهداف کوتاه مدتیه، اونقدر نزدیک نشده بودم به هدف. شاید داریم نزدیکتر میشیم حالا. من معتقدم که به فاز آخر حیات این جمهوری اسلامی، این نظام توتالیتر رسیدیم. من این فازبندی ها رو با سنگ کیلومترم زمان نیست، سنگ کیلومترم دهک های اجتماع است که از یه نظام توتالیتر پشتیبانی میکنن. هر نظام توتالیتر با یه انفجار پشتیبانی و مشارکت شروع میشه و بعدم کم کم این پشتیبانی ازش کم میشه، چون هیچ مردمی در دراز مدت نمیخوان تمام ابعاد زندگیشون رو یه سیستم ارزشی ثابت کنترل بکنه. دنیای امروز به خصوص دینامیزمش جوری هست که این مشروعیت دائم باید با مشارکت خود مردم دوباره سازی بشه و این امکان نداره توی نظام توتالیتر که نظام ارزشی ثابتی داره. من فکر میکنم به یکی دو دهک آخر پشتیبانی اجتماعی این نظام رسیدیم و در این مرحله نظام یه خصوصیات خاص خودش رو پیدا میکنه که خیلی با فازهای اولیه یه نظام توتالیتر فرق داره. مثلا در فازهای اول هرچی مشارکت بیشتر باشه مشروعیت بیشتره، در فاز آخر هرچی مشارکت بیشتر باشه مشروعیت کمتر میشه. و اونجا رسیدیم، به جای رسیدیم که این پیچ مشارکت و رژیم به هیچ وجه نمیتونه باز بکنه. اینه که برداشتم اینه که داریم نزدیکتر میشیم به جایی که بشه اهداف کوتاه مدتتری هم داشت. الان میشه گفت مثلا این کمپین، این کارزار انتخابات آزاد که لازمه رسیدن به دموکراسی هست، خب یه مصداقهای افق کوتاه هم داره، همین انتخاباتی که در پیش هست. نه اینکه انتظاری باشه که این انتخابات بشه با معیارهای بین المللی عادلانه و آزاد باشه، ولی بستر مناسبی هست برای یه جهش بیشتر، برای آگاهی اجتماعی ز مشکلات ریشه‌ای جمهوری اسلامی. خب روی این اهداف کوتاه مدت هم کار میکنیم، ولی هدف نهایی من همیشه دموکراسی در ایران بود. همیشه این بوده که مردم ایران خودشون به خودشون حکومت بکنن، نه اینی که کسی دیگری با هر ایدئولوژی الهی، زمینی، ایدئولوژی یا سیستم ارزشی خاصی مبنایی غیر از رأی مردم رو برای توجیه، برای بخشیدن مشروعیت و حاکمیت خودش داشته باشه. و مطمئن هستم که خیلی نزدیک هستیم به این هدف. البته در مصاحباتی که با تلویزیون هست، خب تعداد مشاهدین اینا زیاده، گاه به 5-6 میلیون میرسه و با استاپ‌های پژواک گرم و خیلی روحیه بخشی واقعا انسان دریافت میکنه. ولی بیشتر کار من همیشه توی حوزه روشنفکران، نخبگان، الیت سیاسی بوده و سعی در اینی که بعضی از ساختارهای کلاسیک کار سیاسی رو بتونیم کنار بگذاریم و مدل‌های جدید رو بسازیم، چون اون مدل‌های قبلی، مدل‌هایی که همیشه فکر راجع به یک مرکز موهومی قدرتی که حالا همش دعوا سر اینه که کی اون مرکز رو تسخیر میکنه و شک هر کسی راجع به هر کس دیگه هم این هست که اون میخواد زودتر از من به این مرکز موهومی برسه، دیدشون راجع به ساختار سیاسی بخصوص در اپوزیسیون اینه که در نهایت یه دوائر متحدالمرکزی بشه
کشیدن این به سوی یه مدل دیگری، مدل چند کانونی، مدل پلورالیستی، مدلی که یه مرکز وجود نداره، هر کس مرکز برای خودش هست. منتها کسب مهارت‌های لازم برای همکاری و پیشبرد یه مجموعه چند کانونی، این اهتمام من بوده و حوزه فعالیتش هم بیشتر در میان نخبگان سیاسی بوده.